درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهخانپور هستم. در دوشنبه 11 آذر ماه دوم دسامبر نگاهی داریم به توافق هسته‌ای ژنو، قرارداد ترکمنچای 3. متنی رو که مورد توافق قرار گرفت رو فلواقع نمیشه یک توافقنامه حقوقی دارای تعهدات الزام‌آور تلقی کرد. بیشتر به یک بیانیه سیاسی شبیه هست. بیانیه سیاسی که دو طرف تحت عنوان برنامه اقدام مشترک که در حقیقت دو طرف مذاکره اقداماتی رو که هر کدوم به صورت داوطلبانه برای یک دوره زمانی مشخص انجام میدن رو فهرست کردن. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در این حال در گفتگوی با خبرگزاری مهر میگوید توافقنامه چه به لحاظ حقوقی و چه سیاسی به شدت قطعنامه های شورای امنیت را تضعیف میکند. نمایندگان تهران و پنج به علاوه یک قرار از هفته آینده در وین یا ژنو تشکیل جلسه دهند تا در مورد نحوه اجرای توافقنامه ژنو و جزئیات آن یک سازوکار اجرایی طراحی کنند. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام مسئول از احتمال برگزاری نشست مشترک کارشناسی در سطح مدیران کل وزارت خارجه ایران و پنج به علاوه یک و نیز معاون مدیر کل آژانس در امور پادمانها در روزهای 18 و 19 آذر در وین خبر داده بود. علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هشدار داد اگر غرب نقض پیمان کند و دست به مقابله با ما بزند، ملت حماسه‌ای بالاتر از جنگ تحمیلی خواهد آفرید. شما اگر میخواید عراق را از ما بگیرید، چگونه پرونده میخواد عادی بشود و ما از همه حقوق خودمان در NPT و بیانیه و اساسنامه آژانس استفاده کنیم؟ قطعا این دروغ بزرگی است. پس شما در آینده میخواهید بگویید شما در حقیقت بایستی از یکی از خواسته های خودتون عدول کنید، از حقوق خودتون، و اون داشتن ریاکتورهای قدرت آب سنگینه. ما ممکنه در آینده وقتی که پرونده عادی شد میخوایم ریاکتور قدرت بسازیم، همشو نمیخوایم آب سبک بسازیم، میخوایم بخشی هاشم آب سنگین. آب سنگین و سبک مثلا ماشین دیزلی و ماشین بنزینی. گاهی ماشین دیزلی میخواید، گاهی ماشین بنزینی. ما نمیخوایم همش ماشین بنزینی داشته باشیم، ما نمیخوایم همش ریاکتور آب سبک باشه، میخوایم ریاکتور آب سنگین هم داشته باشیم. اگر شما میگید اینو بذارید کنار، یعنی پس در آینده هیچگاه نمیخواهید این پرونده عادی بشود. این خیلی مهمه. صالحی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران ضمن درخواست بودجه برای ساخت نیروگاه‌های جدید گفته است ایران در آینده به سالانه 150 تن سوخت هسته‌ای نیاز خواهد داشت و برای تولید 150 تن سوخت هسته‌ای باید در جهت گسترش فعالیت‌های غنی‌سازی ایران حرکت کنیم. عباس عراقچی معاون حقوقی وزارت خارجه ایران با تاکید بر اینکه احتمالاً تا اواخر ماه دسامبر روند اجرای شدن توافق ژنو آغاز خواهد شد میگوید اگر مجلس این گام پایانی را به صلاح کشور نداند و احساس کند که توافق به خوبی پیش نرفته است، از طریق تصویب نکردن آن میتواند جلوی همه چیز را بگیرد. این به نفع کشور است. ما این اختیار را به مجلس دادیم که در پایان مذاکرات میتواند آن را وتو کند و این امتیاز بزرگی برای کشور است. هفته‌نامه 9 دی تحت مدیریت حمید رسایی نماینده اصولگرای منتقد دولت روحانی در ویژه‌نامه‌ای توافق هسته‌ای ژنو را به نوشیدن جام زهر از سوی مقام‌های بلندپایه نظام تشبیه کرده است. رسایی در سرمقاله نوشته جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه در ازای پرداخت امتیازها و تعهدات سنگین سراب لغو تحریم‌ها را به دست آورده است. این هفته‌نامه در یکی دیگر از مطالب خود با عنوان نه تحریمی برداشته شد نه غنی‌سازی تثبیت شد نوشته جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه تمام امتیازهای لازم را داده و برای دور بعدی مذاکرات دیگر امتیازی برای واگذاری وجود ندارد. یکی دیگر از مطالب این هفته‌نامه با عنوان آنچه از ما بردند و بازی را بردند به بررسی امتیازهای واگذار شده که جمهوری اسلامی به غرب در تفاهم‌نامه ژنو پرداخته است. اصولگرایان تندرو، حامیان محمود احمدی نژاد و محمد تقی مصباح یزدی پیشتر از این تفاهم‌نامه با عنوان قرارداد ترکمنچای 3 یاد کرده بودند.
در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا توافق موقت هسته‌ای ژنو قرارداد ترکمنچای 3 است؟ همونطور که می‌بینید اکثریت کاربران فیسبوک افق گزینه خیر رو انتخاب کردن، چون این اعتقادی ندارن. میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم میتونید با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاه بیاندازیم در هفت پرده به واکنش مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی به توافق هسته‌ای ژنو. ابوالحسن بنی صدر: گروگانگیری و جنگ و اینک بحران اتمی، سه بحران بزرگ هستند که رژیم ولایت مطلقه فقیه به ایران تحمیل کرده و هر سه را با سرکشیدن جام زهر تسلیم به پایان برده است. چه کسی تضمین می‌کند که این رژیم زاده بحران و سازنده بحران، بحران چهارم و ویرانگرتری را نسازد؟ بیانیه مشترک سازمان جمهوری خواهان ایران، اتحاد جمهوری خواهان ایران و اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران. جمهوری خواهان ایران در عین استقبال از توافق هسته‌ای ژنو خواستار گسترش دامنه تفاهم متقابل به سایر عرصه‌های سیاست خارجی از جمله مناسبات متقابل ایران با غرب به ویژه آمریکا و کشورهای منطقه هستند. سازمان مجاهدین خلق: هرچند تمامی باندهای رژیم در ظاهر تلاش می‌کنند صورت نظام را با ادعای پیروزی در مذاکرات ژنو سرخ نشان دهند، اما خودشان خوب می‌دانند که این توافق همان حاضر شدن در پای میز مذاکره با زانوهای خونین است که کیهان از مدتی قبل در وحشت از آن یقه می‌دراند. احمد سلامتیان، نماینده پیشین مجلس: تله‌ای که سالهاست جمهوری اسلامی در آن افتاده و عنوان پرونده هسته‌ای را دارد، تله ویژه‌ای است. مخصوصاً میگویم تله، چون معتقدم مراکزی در جهان به دنبال آن بودند که جمهوری اسلامی را در تنگنایی محصور و آن را از پای درآورند. برای چنین کاری فقط جمهوری اسلامی را هدف نگرفتند، بلکه صلح و آرامش منطقه و موجودیت کشور ما را هم هدف گرفتند. حسن اسدی زیدآبادی از زندان: از کنار توافقی که سوم آذر به دست آمد، نمیتوان و نباید به سادگی گذشت، حتی اگر زندانی سیاسی یکی از طرفهای تفاهم باشید. کامیابی گزینه مذاکره و حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران بدون شک یک پیروزی بزرگ برای آرمان صلح پایدار جهانی و آینده امنیت در خاورمیانه است. نهضت آزادی: برای نخستین بار بعد از انقلاب، تیم مذاکره کننده ای توانسته است با موفقیتی نسبی مناقشه ای را حل نماید. صداقت و سلامت در مناسبات داخلی و خارجی شرط اول موفقیت است. امیدواریم دولت جدید در این آزمون برخلاف دولت قبل سربلند بیرون آید. تشکل‌های عضو سفیران سبز امید: قطعاً قدم‌های اعتمادساز و داوطلبانه‌ای که در تعلیق موقت برخی فعالیت‌های هسته‌ای برداشته شده، ضمن پاسداری از دستاوردهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متخصصین کشورمان، تبلیغات گسترده بحران‌آفرینان بیگانه در خشونت طلب و ماجراجو جلوه دادن ایران را با شکست مواجه خواهد کرد. مهمان های امشب افق آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب 57 که از پاریس با ما هستند، آقای دکتر امیر حسین گنجبخش عضو مؤسس سازمان جمهوری خواهان ایران که در استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن با ما هستند. به هر دوی شما درود میگیم، به افق خوش آمدید. آقای دکتر بنی صدر، شما پیامی که دادید سوم آذر به فاصله کوتاهی بعد از این توافق هسته‌ای ژنو، در اونجا از این توافق نامه به عنوان تسلیم نامه یاد کردید و گفتید توافق نامه از آنچه ارگانهای تبلیغاتی ولایت فقیه بدتر از قرارداد ترکمنچای میخوانند، باز هم بدتر است. بفرمایید چرا این رو بدتر از حتی ترکمنچای میدانید؟ اصلا من نمیخواهم روی این ترکمنچای زیاد بیستم، به لحاظ اینکه خود محتوای توافق و وضعیتی که ایجاد می کند بسیار مهم است و من برای بحث از اون اینجا آمدم. اما چون سوال کردید عرض می کنم، اون جنگ های ایران روس، خب روسا رو انداختن، جنگ اول رو،
جنگ دوم رو به تحریک یک روحانی که از نجف به ایران آمد و رو انداخت جهاد و جهاد و جهاد بالاخره را افتاد و به قرارداد ترکمنچای منجر شد. حالا بعضی میگن اونجا ما زمین دادیم، اینجا زمین ندادیم، پس این رو نمیشه با اون مقایسه کرد. از اون جهت مقایسه نمی کنن. از این جهت مقایسه می کنن که یک توافق نامه نوشته شده، یک طرف 24 تعهد کرده، بعضی گفتن 21، بعضی گفتن 22، مثلا به لحاظ شمارشی که انجام دادن، طرف دیگه اجازه صادر کرده، یک طرف حاکمه، یک طرف تسلیم حکمه. شما توافق رو که هموطنان من دقیق بخونن میبینن طرف پنج به علاوه یک تعهد نکرده جز اینکه در 6 ماه حتی المقدور مجازات جدیدی وضع نخواهد شد، بقیهش اجازه است. به اون طرف در صورتی که به اون تعهدات عمل کند اجازه داده میشود که 10 مورد این تعهدنامه ایراد بهش وارده. این تحقیر، اینکه یک ملتی ندانست این اتم چی بود، کی شروع شد، چرا شروع شد، چگونه جریان پیدا کرد، چرا به این وضع رسید، حالا هم یک توافقنامه امضا شده، باز اون ملت نمیدونه محتوا چیست، چون به طور رسمی این حکومت انتشار نداده سندی رو که این توافق نامه است. یه ترجمه فارسی شده که کم و زیاد داره. و اینکه تحقیر بیشتر از این چه می شود که یک طرف باید یک تعهداتی عمل کنه، تازه اون طرف مقابل که اجازه داده است خود هم قاضی است هم مدعی. این توافق نامه است. از این لحاظ که تحقیر آمیز است، قابل مقایسه است با اون قرارداد دارسی. از لحاظ اقتصادی اون چه در این 10 سال به ایران زیان وارد شده و اون چه از این به بعد وارد خواهد شد قطعا بیشتر از اون زیان 10 کرور غرامتی است، غیر از مسئله زمین‌هایی که در شمال ایران از ایران جدا شد، آذربایجانی که شد، حالا اسمش شده آذربایجان شمالی و این بخشی از اونها، چون بخشش در همون جنگ اول جدا شده بود. اونجا 10 کرور یعنی 5 میلیون، حالا به پول امروز حساب کنی خیلی زیاد می شود، اما نه سالی 400 میلیارد اقلن که در این 10 سال به ایران زیان خورده. حالا اگر وارد به اصطلاح موضوع شدیم حتما. چه وضعیتی که ایجاد میکنه طبیعتاً به محاسبه این زیان وارد به ایران هم میرسیم. حتما به این جهت به لحاظ این تحقیر ملی این است که اونهای به نظر من حق با اونهایی است که گفتن این قابل مقایسه با دارسی است. بسیار خوب آقای گنجبخش، تو این بیانیه که جمهوری خواهان دادن، سه تشکل جمهوری خواهان گفتین این چرخشی مثبت در روند مذاکرات و گام مهمی در جهت حرکت به سوی حل کامل مناقشه اتمی. به نظر میاد خوانش کاملا متفاوتی از اون چیزی که آقای دکتر بنی‌صدر گفتن. بفهمید منظورتون چی هست از این چرخش مثبت. و با سلام به شما و با سلام به بینندگان عزیز، ببینید ما یک اتفاقی که تو 10 سال گذشته افتاده بود این بودش که آقای خامنه‌ای یه چارچوب فکری درست کرده بود که در درون این چارچوب فکری وادار می‌کرد عکس العمل و تحلیل صورت بگیره. اون چیزی بودش که من خودم خدمت شما 10 بار سعی کردم این چارچوب فکری رو عوض بکنم، وارونش بکنم، چون اساساً اگه ما در اون چارچوب بخوایم فکر بکنیم مسئله رو در حد تبریک و تسلیت، پیروزی و شکست می‌بریم. در حالی که از بدو انقلاب هر کدوم از کسانی که رهبر انقلاب شدن چیزی رو به عنوان ابزار اصلی قدرت خودشون ترک کرد. آقای خمینی از طریق سفارتگیری و ادامه جنگ بود، آقای خامنه‌ای هم
با ابزار شمایل اتمی در منطقه. دلیلش هم روشنه، چون ایشون رهبر انقلاب، انقلاب باید گسترش پیدا کنه، دشمن داشته باشه. این در مقابل کشور ایرانه که به صورت یک کشور باید جغرافیای سیاسیش و اجبارات منطقه رو در نظر بگیره و به عنوان نیروی ثبات ظاهر بشه. در این 10 سال گذشته آقای خامنه ای موضوع غنی‌سازی رو که باید جدا بکنیم از دستیابی به فناوری هسته‌ای برای تولید انرژی رو تبدیل به یک مسئله غرور ملی کرد، در حالی که واقعیت نداره. یعنی غنی‌سازی به 2 دلیل کوچکترین ارزش اقتصادی نداره. 1، به خاطر تکنولوژیش که این تکنولوژی برای استفاده صلح‌آمیز ارز میکنه. 1، به خاطر تکنولوژیش که تکنولوژی 50 سال پیش و عقب افتاده است و هیچ جا نمیشه استفاده اقتصادی کرد. 2، با مفهوم خودکفایی که ایران منابع اورانیومش جوری نیست که اصلا بخواد به خودکفایی برسه. الان هم که ما این توافقنامه رو میبینیم، در اصل اون بخشی که ایران داره از دست میدید اهمیتی نداره. به نظر اون چیزی که برای ما اهمیت داره اینه که مسیر سراشیبی که آقای خامنه‌ای ایران رو درونش میبرد که به انزوا، تحریم، خطر جنگ و دشمن تراشی انقلابی، حالا چه امریکا، چه اسرائیل، چه فرانسه اخیراً بود، این ممکنه با آغاز مذاکرات تغییر بکنه، مسیر عوض بشه و از این بابت فکر میکنم مورد استقبال خیلی قرار گرفت. حالا این نکته که آیا مسیر که باز شده چه گامهایی باید برداشته بشه که این گامها ایران رو هرچه بیشتر پرقدرت‌تر بکنه و انقلاب اسلامی رو ضعیف‌تر بکنه، رهبر انقلاب رو ضعیف‌تر، دولت و کشور ایران رو قوی‌تر، این مسئله اساسی است که فکر میکنم ما جمهوری خواها همراه با دیگر جمهوری خواها از جمله آقای بنی صدر و دوستاشون باید با هم دیگه فکر بکنیم و راه حل های روشن و دقیقی در رابطه با اینکه گام ها برداشته بشه چیست که بعضیش بسیار بسیار روشنه. به نظر من یک عادی سازی روابط با کشورهای دنیاست، کشور به کشور، نه انقلاب و ضد انقلاب، از جمله با امریکا. و دوم هم در منطقه که به نظر من مسئله اسرائیل، به رسمیت شناختن اسرائیل و وارد رابطه شدن با کشورها در رابطه با گفتگو و مشکلات فیما بین بینشونه و از این طریق با این مسیر سازی که اساساً دست ولایت فقیه و ترفنداش و دستیسه‌هاش هم همجور که در نطق‌های اخیرش دیدیم از سر این به اصطلاح برنامه هسته‌ای کوتاه خواهد شد. پس اگر این استقبال هم توسط مردم ایران صورت میگیره، دقیقاً به خاطر اینه که این استراب و التهابی که اون مسیری که آقای خامنه‌ای داشت ایران رو میبرد ممکنه، باز هم میگم ممکنه، به مسیر جدید بیفته و از این بابت قابل استقبال خواهد بود و مسلماً ما هم نگران این هستیم که مبادا در این داد و ستد هایی که صورت میگیره منافع ملی ایران زیر پرسش قرار بگیره و همینجور هم که خودتون میدونید این خطر وجود داره به خاطر موقعیت ضعیفی که حکومت ما رو در اون قرار داده و از جمله مهمتر از همه همینجور که اشاره شد، آقای بنی صدر اشاره کردن، واقعیت این برنامه هسته‌ای بعد از مردم روشن بشه. یعنی این محتوای واقعیش که هیچ ارزش اقتصادی نداره، غنی‌سازی رو باید صادقانه، اگر یک شجاعتی به خرج داده شده در این مذاکرات، یک صداقتی هم با مردم و شفاف سازی با مردم باید صورت بشه. یک جمله برای اینکه این روشن بشه، پس شما این رو شبیه سازی با ترکمنچای اینها نمیبینید؟ والا نه، چون ترکمنچای رو عرض کردم توی چارچوبی که وجود داره، چارچوب غرور ملی که آقای خامنه‌ای هم میخواد این مسئله رو عنوان بکنه، تو نطق اخیرشون هم خاطرتون باشه این مسئله رو با حضرت زینب و اینا مقایسه میکنه، نه اصلا ما فکر میکنیم چون اساسا همیشه گفتیم این غنی‌سازی به درد نمیخوره و ما میتونیم مثل 44 کشور دیگه از فناوری هسته‌ای واسه تولید انرژی استفاده بکنیم و بدون اینکه غنی‌سازی کنیم. نکته ای که مطرحه حق ایران، ببینید اگه خاطرتون باشه ما همیشه
حتی اون زمان که قرار بود پرونده بره به شورای امنیت، ما بسیار اصحال نگرانی کردیم و گفتیم که آقا نذارید بره شورای امنیت، چون موقع کشورها مثل فرانسه حق به تو دارید، مسئله رو تو آژانس حل بکنید و سعی کنید اونجا با همکاری 100% با آژانس این موضوع رو بیارید. امیدوارید که این روند که شروع شده پرونده رو برگردونید. اصلا چاره‌ای وجود نداره، چاره‌ای وجود نداره و این عقب نشینی ها که شده، چون واقعا هم بعد یه مقدار صداقت و مردم داشته باشن که شما 3.5% و 20% میکنید، بعد عقب گرد میکنید دوباره 20% و 3.5% که همینجور که گفته شده، اینها هیچ کدوم معلوم نیست این قنیسازی برای چی داره صورت میگیره. و آقای صالحی که شما ازش چیز کردید، برای اینکه یه مقدار موضوع رو عوض بکنه، میگه ما قرار بودجه برای مثلا 10 سال آینده داشته باشیم. نه، ما مثل 44 کشور دیگه احتیاج به غنی سازی نداریم و این حربه رو از دست آقای خامنه‌ای باید بگیریم که اینو تبدیل کرده به غرور ملی. همچی چیزی نیست. ما میتونیم به کشورهای بقیه دنیا بپیوندیم و بسیار قشنگ به عنوان موقعیت ژئوپلیتیک، اصلا شما ایران رو تو نقشه نگاه میکنید میدونید که اگه شروع به همکاری و مذاکره با کشورهای دنیا بکنه و منطقه، چه قدرت، چه نیروی انسانی و چه تاریخ 3000 ساله‌ای داره. آقای دکتر بنی‌صدر، اگه مطلبی دارید در مورد اون که آقای دکتر گنجبخش گفتن بشنویم. من یه پرسش هم دارم که میخوام جهت بحث بفرمایید. بفرمایید. بله، این که میگویند که عادی سازی رابطه با دنیای خارج کاملا صحیحه. این که میگویند که غنی سازی اورانیوم، این رو، این دم گاو رو قطع کنیم که این غرب بلکه دست از سر ایران برداره، به نظر من صحیحه. و این که چون آقای خامنه ای رو کرده غرور ملی، پس این تسلیم نامه با قرارداد دارسی قابل مقایسه نیست؟ نه، صحیح نیست. به لحاظ این که اون وقت هم که فتلیشا اون قرارداد امضا میکرد، داشت و رجز میخوند، گفت شمشیر بکشم این مدعاهای، گفت نه 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 نه، اعلیحضرت نکنه، این وقت اورس کنفیکون میشه. خب این معلومه، هر مستبدی که وقتی این بازی رو کرد به یک ملتی این وضعیتی رو که این بحران اتمی در مورد حال حاضر تحمیل کرد، سرانجام کارش رسید به جام زهر کشیدن، نمیگوید که من تسلیم شدم، میگه ما غرور ملی بالاخره قبولاندیم به دنیا. چی رو قبولاندی؟ قبولاندی که شما تسلیم شدی، در واقع اینه. منتها اینه میره اونجا این به اون نامه مینویسه آقا ما حق ایران رو گرفت، اونم میگه به به، عالی عالی بود. این به این دلیل نمیگوین که این قرارداد تحقیر یک ملت نیست، از دید من تحقیر ملت ایران است. آقای دکتر بنی‌صدر، این توافق به نظر شما به تحکیم جمهوری اسلامی کمک میکنه؟ عرض کنم که درست حالا وارد میشیم به بحث این چه وضعیتی پدید میاره. این دو تا برداشت در تحلیلگرها انجام دادن، خود من هم این دو برداشت رو در انجام دادم. آقای گنجبخش هم در واقع یکی از این دوتا رو طرفدار است. البته من هم طرفدارم، نه اینکه نیستم، اما اینکه واقعیت رو ببینیم چی آخه میشه اون با این وضعیت، نمیشه، اینو باید ببینیم. ببینید این توافق نامه 5 عامل رو در رابطه با هم قرار میده. اولش به اونچه که به درستی هم تحلیل کننده های ایرانیه که غرض و مرض نداشتن، هم تحلیلگرای خارجی گفتن، این کنترل دائمی است. نه تنها در این 6 ماه این کنترل باید انجام میده از طریق آژانس و یک کمیسیون، بلکه بعد از این هم یکی از دو کار خواهد شد. یا سر 6 ماه باز این مذاکرات به نتیجه نمیرسد و این 6 ماه تمدید میشود، که بعضی از کارشناس‌های خارجی این رو فکر می‌کنن اینطور می‌شود. این کنترل ادامه پیدا می‌کنه، ولی این کنترل تنها مسئله تأسیسات اتمی نیست، کنترل شریان‌های اقتصاد ایران هم هست. زیرا این کنترل که تضمین می‌کنه کنترل شریان‌های اتمی رو، پس ما
از دو عامل به این ترتیب با این توافقنامه به وجود آمده. یکی کنترل تأسیسات نفتی ببخشید اتمی، یکی کنترل شریانه ها یا بزرگ رگه های اقتصاد ایران. این دو. سه، یک اتحادی در این جریان بحران اتمی به وجود آمده، عربستان، اسرائیل، بعضی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و این محافظه‌کارهای جدید امریکایی. اینا از هم اکنون دارن کار میکنن برای اون مرحله نهایی و دارن فشارها رو همینجور بالا میبرن که به اون هدفشون برسند. چرا اینها این اتحاد به وجود آمده؟ چرا این دعوای قلابی شیعه و سنی را افتاده؟ به لحاظی که این کشورهای حوزه خلیج فارس در 16 منطقه نفتی مشا مشترک بین ما اونها 9 برابر ایران استخراج میکنن. قطر 2 برابر ایران گاز میبرد. اینا از از این جهت میبرد که ایران منزوی است، که ایران دستش از تکنولوژی قطع جدید نفتی، خب این نمیخواد این در آینده ای رو نبره. اینا میخوان بر منطقه موقع مسلط داشته باشن و نیاز دارن به دشمن. دشمنم ایرانه. متاسفانه یک آدم کم‌مایه‌ای مثل آقای خامنه‌ای هم شده صاحب اختیار ایران و با او میتونن این بازی رو انجام بدن. پس این عامل سومه. نتیجه این سه عامل، عامل داخلی است که ولایت مطلقه فقیه است به علاوه سرکوب، این میشه 5 عامل. این 5 عامل از رهگذر این توافقنامه به وجود آمده. یک راهکار دیگه وجود داره، نه که غیر ممکنه، چون این راهکاری که گفتم، این 5 عامل، شما ملاحظه کردید که مردم ایران هیچ توش نیستن، نقشی ندارن. همین توافقنامه هم به این دلیل توافقنامه حالا شده بیانیه سیاسی، چون مردم درش نقشی ندارند. مثل اون قرارداد الجزایر هم عین همین طور شد. آخر سر چون میدونستن من اون رو امضا نخواهم کرد، خیانت به ایران است، گفتن این قرارداد شد بیانیه، مجلس هم نرفت، رئیس جمهور هم امضا نکرد، اجرا هم شد. حالا هم این شده بیانیه سیاسی، چون اگر یک محتوای صحیحی داشت که نمیگه بیانیه سیاسی است. چون یک تعهداتی است که قاعدتا باید مجلس اون رو تصویب بکنه و این نمیخواهد که این قرارداد بره مجلس، مردم ایران بفهمن محتواش چیست، میگه بیانیه است. حالا اگر مردم بخوان مداخله پیدا بکنن، نقش پیدا بکنن، به اصطلاح صاحب حاکمیت بشوند، بله یک سناریو دیگه وجود داره. اون سناریو دیگر هم تحلیلگرهای بزرگ دنیا بهش پرداختن، نه که نپرداختن. اونا اینه میگوین، میگوین که امریکا با توجه به اینکه آسیا سر برآورده دیگه، محل حرف نیست الان، در از لحاظ اقتصاد داره میشه سنگر اول اقتصاد دنیا، اقتصاد چین، اقتصاد ژاپن، اژدهاهای اقیانوس کبیر به علاوه هند. امریکا میخواد بیشتر تکیه رو بگذاره بر آسیا. از این نظر نیاز دارد به خاورمیانه آرام که جنگ سنی‌شیعی همین برخوردها هم توش نباشه. بنابراین آماده است که با ایران به یک تفاهم برسد. اما برای اینکه ایران بتونه همچه نقشی رو بازی کنه به اصطلاح به عنوان یکی از قطب‌های تصمیم گیری در دنیا، که این را هم گفتن که ایران این ظرفیت رو دارد، به شرط اینکه دموکراسی داشته باشه، مردم حاکمیت داشته باشند و رشد اقتصادی بکند، از این کنترل اقتصادی رها بشود، اون وقت میتوان امیدوار بود که این دلبخواه آقای گنجبخش و من تحقق پیدا بکنه، منطقه آرام بگیره، ایران در یک با دنیا روابط عادی داشته باشه و جامعه ما رشد بکنه. اما این سناریوی دومی
در گرو این است که یک بدیل سیاسی در خدمت دموکراسی به علاوه جامعه‌ای که مسئولیت بپذیره. این مردم نباید خودشونو همینجوری دلشونو خوش کنن بگن خب حالا که از هر جایی ضرر برگردیم نفع، حالا بالاخره این از یه جای این توافق از این بار از یه جای ضرر برمیگردونه. اولا آقای دکتر بنی‌صدر، با این دو سناریویی که شما گفتید لطف کنید یک جمله هم میخوام پاسخ شما رو بشنوم، برای اینکه جمع با این دو هر دو سناریو ظاهرا نشان میده که جمهوری اسلامی خواهد ماند و در واقع شاید حتی به شکلی پایه‌هاش تحکیم هم خواهد شد بعد از این توافق. موافقید یا مخالفید؟ نه در اولی میمونه برای که تزاحم و برخورد و انزوا و فشار از بیرون مردم رو فلج میکنه، نمیگذاره حرکت کنه. در دومی هم اگر اعتراضات داخلی نباشه، اگر اعتراضات داخلی نباشه شما تکتون رو اعتراض، بله بس بستر همون شرایط موجوده. دیگه سناریوی دومی وجود نداره. بسیار خوب، برمیگردیم به شما. باید که سناریوی دوم وقتی وجود داره که مردم حرکتی بکنن و به عنوان یک ملتی از شهروندان جمهوری شهروندان رو برقرار بکنن، بلا اولا راه حل دوم بی معنی میشه. بسیار خوب، برمیگردیم به شما دکتر بنی‌صدر. اگه مطلبی دارید آگهان داشت در ارتباط این نکته که به نظر من خیلی مهمه، حالا من البته برگردیم با آقای بنی‌صدر اینو در میون میگذارم، این که در این حال که آقای عراقچی صحبت از این میکنه که این بیانیه سیاسی هست، من دوست دارم یه بخشی از صحبت ایشون رو گوش بکنیم و بعد این پرسش رو با شما در میون میذارم که ایشون در این حال گفته که این بیانیه قطعنامه شورای امنیت رو تضعیف میکنه. از یه جهاتی هم حرفش به نظر خیلی غیر منطقی نمیرسه. صحبت های عباس عراقچی رو با هم گوش بکنیم، برمیگردیم با آقای گنجبخش بحث رو دنبال میکنیم. مذاکرات که این دور صورت گرفت میتونم عرض بکنم که محصول تجربیات تمامی مذاکرات قبلی و چه بسا همه تجربیات جمهوری اسلامی در 30 و چند سال گذشته است. ما به هیچ وجه خوشبین نیستیم به طرف های مقابل و بدبینیم حتی، و این رو به صراحت هم در جلسات بهشون گفتیم هم هیئت ایرانی به شما بدبینه، هم مردم ایران بدبینه و هم رهبری ایران به شما بدبینه است، و به دلیل همین بدبینی هست که اعتمادی وجود نداره و لذا ما باید با احتیاط حرکت بکنیم و نمیتونیم به شما اعتماد بکنیم در مواردی که یا تعهداتی که میخواید شما انجام بدید. به همین دلیل مسیری که طراحی شده، روندی که طراحی شده، یک مکانیزم ضمانت درونی داخلش وجود داره، به این شکل که ما گام به گام طراحی کردیم و گام ها باید به صورت مساوی و متعادل برداشته بشه. هر لحظه که احساس بکنیم که طرف مقابل به تعهدات خودش عمل نمی کنه و اون اقداماتی رو که باید انجام بده درش کوتاهی میکنه یا نمیخواد انجام بده، بلافاصله برمیگردیم به موقعیت قبلی و روند رو متوقف میکنیم. و در گام اول که گام بسیار مهمی هست، تمامی اقداماتی که ما در نظر گرفتیم به شکلی هست که ساختار برنامه هسته ایران رو به صورت کامل حفظ میکنه. هیچ عقبگردی درش نیست، هیچ جابجایی به سمت عقب درش نیست. ما درسته که قبول کردیم که برنامه خودمون رو از نظر کمی بیشتر از این گسترش ندیم. اینو دقت داشته باشه که از نظر کیفی، با توجه به اینکه تحقیق و توسعه آرندی به اصطلاح دست نخورده باقی میمونه، ما همه جور امکان گسترش رو داریم، ولی به میزان کمی توافق کردیم که از این میزان جلوتر نریم. ولی این ساختار به طور کامل حفظ میشه و ما در پایان 6 ماه اگر احساس بکنیم که طرف مقابل به تعهدات خودش عمل نکرده، دقیقاً برمیگردیم به جای اول خودمون، بدون که یک دستگاه ما به اصطلاح از مدار خارج شده باشه. آقای گنجبخش، گذشته از این لحظه که آقای عراقچی واژه حذف و حفظ و در واقع به شکلی داشت اشتباه میگفت، ولی این بیانیه درسته که با آقای کری هم گفت که حق ایران رو برای غنی سازی به رسمیت نمیشناسه، ولی صراحتا میگه که ایران میتونه در این حوزه غنی سازی رو ادامه بده. این فاصله یک قدمی است با اون چه که شورای امنیت، قطعنامه شورای امنیت صراحتا گفته بودن که ایران باید کل مجموعه غنی سازی رو جمع بکنه و تعطیل بکنه. این اگر از این منظر نگاه بکنیم برای جمهوری اسلامی میتونه پیروزی باشه، صرف نظر از اینکه برنامه غنی سازی شما گفتید اقتصادی هست یا نیست، ولی نفس عمل سیاسی که در این مذاکره داره انجام میگیره. نفس عمل سیاسی که هست به یک معنی خب جمهوری اسلامی با اینکه ما حاضره که مذاکره بکنه با کشورهای دیگه، خب مسلماً موقعیت خودشو قوی تر کرد. ولی اگر جمهوری اسلامی یک دونه به دست آورده باشه، به نظر من
مردم ایران و ملت ایران صد به دست آوردن. چون همیشه گفتم تغییر مسیر یه سراشیبی وحشتناک. و شما هم اعتقاد دارید که نهایتاً در همین مسیر به تثبیت جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد؟ ببینید تثبیت، شما وقتی که راجع به یه نظام صحبت میکنید، این نظام که در اصل جمع شدن ده ها باند و گروه و همینون که صحبتش شده نظم های مختلفه، این در تغییر و تحولات خودش معنی پیدا میکنه. مسلماً جمهوری اسلامی که عادی سازی بکنه با امریکا و روز 13 آبان رو تبدیل نکنه به مرگ بر امریکا، اون جمهوری اسلامی که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و روز قدس رو برداره به خاطر اینکه اعلام میکنه من میخوام برم یک کشور دیگر رو آزاد بکنم یا غیره، دیگه این جمهوری اسلامی ولایی نیست که الان تو این مدت این مشکلات رو سر ایران آورده. به این معنا یه مسیری باز خواهد شد و این مسیر و نقش ما هم وقت چه خواهد بود، سازندگی و در دروش داشتوش و پیشنهادات مشخص. این حرفایی که آقای عراقچی زدن اساسا به نظر من غلطه. چرا غلطه؟ چون اگر هم فرض بگیریم که کشورهای دیگه یا 5 به اضافه 1 آمدند و مشکلاتی ایجاد کردند، که شما نباید برگردید دوباره تهدید بکنید. این کاری بودش که یک بار امتحان کردید، یعنی اگه خاطرتون باشه بعد از جریان سعدآباد در از جمهوری اسلامی به دلایلی که مذاکرات پیش نمی رفت، رفت این بازی سانتریفیوژ سازی رو به وجود آورد. الان موقعیت ایران چیه؟ آیا واقعا قدمی که شما میخواید بردارید این قدمه که دوباره برگردید جای اولتون؟ مسلماً نه. ایشون که نهایتاً میگه اختیار تای خطر هم به قول معروف سپردن دست مجلس، که مجلس هم خب طبیعتاً معلومه که چه موازی میتونه. ببینید اینو عاقبت این جمهوری اسلامی باید تبدیل بشه به یک جایی که حالت نیرو رو نداشته باشه که مردم ایران واسش مهم نیستن و همش فکر کشورهای دیگه است. اگر یک لحظه، و این وظیفه ماست که راه رو نشون بدیم، مسیر رو نشون بدیم که این مسیر از کجاها میگذره، مسلماً اون زمانی که آقای خامنه‌ای میگفت فناوری هسته‌ای که خاطرتون میاد حق مسلم ماست، مشکل بود توسط ماها گفته بشه که آقا این دروغه، این کلکه، ولی الان واضح شده. ما هم این وظیفه رو تا اون زمانی که با آقای بنی صدر ما این فرصت رو پیدا بکنیم که حاکمیت مردم رو برقرار بکنیم و از طریق انتخابات آزاد مردم اون رهبری رو که هم منتخب باشه هم پاسخ باشه. نکته اینه که اتفاقا بستر همینه که این توافق آیا در نفس خودش یه نه بزرگ به بخش عمده از اپوزیسیون برانداز نیست؟ غرب در واقع با اینکه رفته پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی را نشسته، آیا نه به اپوزیسیون خارج از کشور نگفته؟ اپوزیسیون خارج از کشور که بندم خودشو بخشی از اون میدونم، همجور که میدونید طیفای مختلفی داره. بحثم با اپوزیسیونی که خواهر تغییر اون مدت هاست به نظر من، ای خاطرتون باشه از پارسال که خدمت شما بودیم اون برنامه استوکهلم و شورای ملی، نه در مورد گروه خاص خود شما هم بخشی به دنبال این هستید که حالا شما راهکار انتخابات آزاد و مد نظر، ولی به دنبال تغییر رژیم هستید، فرق نمی‌کنه. درسته. آیا این توافق نه به شمای نوعی و مجموعه از اپوزیسیون نیست که خواهان تغییر رژیم در ایران؟ نه خیر، من فکر میکنم تو مسیریه که ما فکر میکنیم، چون این مسیر رو ما مسیر تقویت جمهوریت در مقابل ولایت همیشه ارزیابی کردیم و امروز با این توافق نامه شد این نکته که جناب بنی صدر به عنوان شکست مطرح میکنه، شکست ولایت بود. ایشون بعد از انتخابات 24 خرداد عملا تمام کوشش خودش کرده که این توافق صورت نگیره و این مسیر باز نشه و امروز شکست خورده. وارد شدن وارد بخش‌های سیاسی لزوما این نیستش که خود من بعد انجام بدم. اگه فردا ایران با امریکا رابطه معقول عادی سازی برقرار کنه، مسلما در اون مسیری که ما می‌خوایم بریم و چاره‌ای هم وجود نداره. یه سری اجباراتی ایجاد میشه که حکومت‌ها تغییر خواهند کرد. خطری که ایران رو تهدید می‌کرد و اون اپوزیسیون برانداز همیشه دنبالش بود، این بودش که ایران رو به فروپاشی برسونه و خطر جنگ و تجزیه و غیره بود. این از این بابت ایران صد تا به دست آورده، ممکنه رژیم هم یکی به دست آورده باشه، ولی در مسیری داره گام میذاره که اگه ادامه بده مسلما این مسیر به نفع مردم ایران. آخه ببینید شما الان میگید به نفع مردم، اگه قرار باشه که شما میگید انتخابات آزاد برگزار بشه، دست. یک دولت منتخبی بیاد و این دولت منتخب به درجهت تنش زدایی با آمریکا و غرب حرکت بکنه، سر میز مذاکره بشینه، کم کم از یه جای شروع بکنه، خب این کارها رو در یه شکلی داره همین دولت انجام میده که نه من اینو این کارو نمیکنه.
حقیقتش اگه به بحثایی هم که آقای عراقچی اینا میکنن دقت بکنید، ما به اون بازی سیاسی که احتمالاً بعد از مذاکره میخوان امتیاز از هم بگیرن، کسی میخواد موضعشو تقویت بکنه، اونو کار ندید. نفس این که میان میشینه پای میز که شما میگین چرخش مهمه و چرخش درستی، پس در واقع شما اگر دنبال یک دولت منتخب هستین، دولت منتخب هم قرار همین کارا رو به شکلی انجام بده. دقیقاً، ولی نه به این صورت، با صداقت بیشتر که همون خدمتتون گفتم، رابطه با امریکاست، به رسمیت شناختن اسرائیل، نقش مثبت و باثبات در منطقه است و همه اینا رو اگه اینها بکنن در اساس ولی فقیه رو برداشتن و این نکته مهمیه بین جمهوریت و ولایت و ما جمهوری خاروش حساسیت داریم که ولی فقیه میخواد انقلاب رو پیش ببره، جمهوریت میخواد کشور ایران رو پرقدرت بکنه. این دوتا از اول یه نظم، یکی در مقابل اون یکی نظمه و تمام تنش هایی که وجود داره میشه از این بابت فهمید و خود آقای بنی صدر هم قربانی همین تنش بود. اون زمانی که میخواست نقش رئیس جمهور رو بازی بکنه در مقابل ولی فقیه که اساسا مسئله ایران و به اصطلاح منافع ملی درش نبود و ایشون هم به درستی نگفتن و این همیشه مونده در تاریخ ایران. آقای دکتر بنی صدر، بخش دیگری از صحبت‌های آقای عراقچی رو من می‌خوام با هم گوش بکنیم، بعد برمیگردیم. من این پرسش رو با شما در میون می‌گذارم که آیا این توافق هسته‌ای نه بزرگ غرب هست، پنجه به علاویه که به مخالفین جمهوری اسلامی؟ از نظر ما بیانیه کاخ سفید هیچ ارزش نسبت به توافق نداره، الا اون دو سه جایی که ارقام رو مشخص میکنه که مثلا اون میزان برگشت درآمدهای نفتی مثلا 4.2 میلیارد دلار هست یا اون مبلغ مربوط به دانشان 400 میلیون دلار هست، اونجا مشخص شده. ما خودمون هم منتشر کرده بودیم، حالا اونو خودمون هم گفته بودیم، بله اون هم در جای دیگه اعلام شده، ولی از جهت اینکه از زبان آمریکایی و زبان کاخ سفید در میاد، اون قسمتش خب درست هست، قرار اون هم این بوده که همون رو بگه، ولی بقیهش که سند توافق رو برداشته ارزیابی کرده و عدید خودش منتشر کرده، اون ارزشی از نظر سیاسی برای دو طرف نداره. اون چه که ملاک هست سند مورد توافق هست که در پایان جلسه شش کشور و ایران صادر شد و در اختیار رسانه هم قرار گرفت. آقای بنی صدر، بشنویم پاسخ شما رو. این توافق نه به مخالفین جمهوری اسلامی؟ عرض کنم که یک دو سه چهار. اولا یکی این که شما نظر دادید که این توافق تضعیف کرده، قبول کردید قول اون آقا رو که تضعیف کرده قطعنامه شورای امنیت رو، قطعنامه های سازمان ملل شورای امنیت رو، درست عکسش واقعیت داره به لحاظ اینکه این رژیم ایران است. غالب حقوقدانان این رو یادآور شدن که این از راه اینکه مثل که تو آدم حقوقدان تو اینا نبوده یا توجه لازم نکردن یا در موقعیتی بودن که باید تصمیم نامه رو امضا میکردن، برای اینکه نه تنها پذیرفته که چون اینا میگفت ورق پاره است قانونی نیست، حالا پذیرفته که هم اونا قانونی است، حالا میفرمایند ضعیف، ولی پذیرفتی که قانونی است، پذیرفتی که این تحریم ها هم قانونی هستند، بلا نمیشه هستی که با طرف به اصطلاح بگی من این تعهدات میپذیرم، شما هم لطف فرموده این مقدار که به قول آقای فابیوس میگه 5% از تحریم هاست اونسی که ما قبول کردیم کم کنیم، یعنی اجازه دادیم که ایران استفاده کنه 5%. این مسئله واقعیت باید اونجور که هست مردم ایران بدانند. واقعیت این است که این الان پذیرفته همه اون چیزا قانونی بوده. از این به بعد این آقای که داره حرف میزنه که ما اگر دیدیم تو کار نیست، اگر شما عمل نکردید این بار شورای امنیت میتونه اختیاراتی به این کشورها بدهد که تا جنگ میتونه پیش بره. این مسئله به فوق العاده مهمی است از این دید که به این نکته که توجه بکنیم. اما این که شما میفرمایید اپوزیسیون، من که هیچ وقت در عمر خود رو اپوزیسیون ندانستم و مخالف این اصطلاح هم هستم. این اصطلاح در جامعه های غربی معنی داره به لحاظی که سیستم عمل میکنه، اکثریت و اقلیت. برای همین من گفتم مخالفین جمهوری اسلامی، برای همین منم اصرار داشتم که این وارد من خود رو بدیل تعریف کردم نه چون من تعریفم از ولایت حکومت رژیم ولایت فقیه نمیگیرم که اپوزه او باشم، اما یه آدم هایی بودن وابسته به این غرب خصوصا امریکا، خب بله اونا بیچاره شدن به دلیل اینکه معلوم شد که
اونا بچه المصالحه هن، هر وقت لازم شد اونا رو بچه المصالحه میکنه، هیچ نقشی هم ندارند. اما اونا که بدیلن، در صورت که رابطه عادی بشه، یعنی از بیرون فشاری وارد نشود، یعنی توافقی انجام بگیره، چون توجه بکنید تمام توجه آقای خامنه‌ای به این است که مسئله رابطه با امریکا از این مسئله اتم جدا بشه و اون رابطه همون زیرازیر، همونجور که گفتند که این در نهان با هم ارتباط داشتن. حالا آقا منکر شده، ولی فابیوس وزیر خارجه فرانسه به لوموند گفت که امریکایی‌ها به ما گفتند که در این ارتباط محرمانه بودند و اون توافقی که در 7 و 8 نوامبر امضا نشد نتیجه اون ارتباط محرمانه است. آقای دکتر بنی‌صدر، محرمانه بباشه دکتر، من میخوام روشن بشه. ظاهرا هم بگه دشمن. یه نکته که من میخوام بپرسم از شما اینه که شما اعتقاد دارید که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت بمب اتمه؟ اول بود، حالا نیست. برای اینکه نمیتونه باشه، نه اینکه نمیخواد باشه. نمیتونه باشه. آیا این حکومت رو میشود بهش اگر رابطه با دنیا، آیا این حکومت رو میشود بهش اعتماد کرد، باش به میز مذاکره، سر میز مذاکره نشست، باهاش به یک توافق رسی؟ به نظر شما حکومت جمهوری اسلامی حکومتی است که قابل اعتماد است در مذاکره؟ اونا که در مذاکره، چونم کشورهای دنیا که با هم مذاکره میکنن بر مبنای اعتماد مذاکره نمیکنن، بر مبنای رابطه قوا مذاکره میکنن. اون طرف میگه تمام قوا دست منه، شریانهای حیاتی اقتصاد دست منه، میگویم باید این کار بکنی، نکنی فشار اضافه میکنم. اعتمادش به قدرت فشار خیش است، نه به اون رژیم آیا خواهد کرد یا نخواهد کرد. و اینجوری بود که دنیاش وقت اداره چیزی پیدا نمیکرد بر مبنای تعادل قوا. به هر حال به نظرم بگذارید که اون جواب سوال شما بدم، بسیار مهمه. به همون میخوام برسم. اتفاقا اگر رابطه عادی باشه، یعنی این مثلا یه توافقی انجام بگیره که رابطه با دنیا عادی بکنه، فشار از بیرون برداشته بشه، اصلا این کنترل منترها از بین بره، اون وقت جامعه ملی میتونه به حرکت در بیاد. اون وقت اون بدیل جمهوریست، طرفدار جمهوری شهروندانه که قوت میگیره. در هر حال در وضعیت فعلی هم اون بدیله که قوت گرفته. به لحاظ این است که اون طی 10 سال مرتب هشدار داده به این ملت که آقا این بحران به اینجا می انجامد و حالا به اونجا انجامیده و حالا این رژیم درست این قضیه جنگ، این قضیه گروگانگیری در این وضعیتی قرار گرفته که قرار گرفته و اون ملت احتیاج داره به یک صدایی از مردمی مصمم، معتقد به حاکمیت ملی، معتقد به استقلال ایران، معتقد به آزادی مردم ایران، که صدای اونها رو بیان کننده اراده اونها، صدای اونها، خواست اونها باشند. اونها الان در منتهای موفقیتند. چه آقای این مثلا مسیر به ترتیبی که آقای گنجبخت میگوید این تحول در سراشیب برود به طرف دموکراسی، این خط برنده است. چه ولایت مطلقه فقیه به اصطلاح بازی او باشد و نرود، باز این خط برنده است، زیرا تنها راه حلی که میماند برای در برابر مردم ایران این راه حل است. آقای دکتر بنی‌صدر، پرسش من این هست که میشه خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید که این چه که الان شما تعریف کردید اون خواستی است که 5+1 در توافق با ایران دنبال میکنه، یا این در واقع بخشی از خواست شماست، آرمان شماست و هیچ ربطی هم به توافق هسته‌ای 5+1 با ایران نداره؟ کدوم خواست؟ همین که شما میفرمایید که شرایط به گونه‌ای بشه که در واقع نیروهای اجتماعی بتونن بیان و خواستهای خودشون رو دنبال بکنن و بتونن این توان داشته. آیا این توافق ارتباطی با این قضیه داره؟ توضیح دادم که بنابر اون تحلیل، اون سناریو که امریکا میخواد با آسیا به اصطلاح لنگر رو بگذاره روی آسیا، من سوالم همینه، میخوام بدونم برداشت شما اینه که الان 5+1 از این توافق به دنبال اینه که نیروهای اجتماعی در ایران رشد بکنن و بعد بخوان تغییر تحول از داخل صورت بگیره، یا اصلا به دنبال این نیست، به دنبال توافق هسته‌ای با ایران؟
به نظر من میرسد که اون مردم ایران که نباید اولا بنشینن ببینن که این 51 چه درباره اونها میخوان، این به جای خود. اما هر قدرتی در دنیا حساب میکنه که چقدر نفع میکنه در یک معامله ای. اول منافع خودش در نظر میگیره، چیز واضحیه. حالا اگر در اون استراتژی جهانی کلی مشاهده کرد که برای اینکه به اصطلاح رابطه رو مبنای اساس رابطه‌اش رو با در دنیا بر آسیا بگذاره، ایجاب میکند که منطقه‌ای که ما در اون زندگی میکنیم یک منطقه آرام آزاد آبادی باشه، طبیعتاً این ناسازگار میشود با ولایت مطلقه فقیه خود به خود. اما ما اونجا نیستیم، ما الان در واقعیتی هستیم که به ترتیبی که عرض کردم اون اتحاد وجود داره بر ضد ایران و امریکا در درجه اول میخواد که بگه که این مسئله اتمی رو حل کرد اونطور که خواست. دقیقا سوال من همینه، من میخوام بگم اونجایی که ما از دید من ایرانی میگویم به این که این شکست، امیدوارم واپس این شکست رژیم باشد هرگاه مردم ایران چنین بخواهند. بسیار خوبه، بنی صدر شما هم گیرد. آقای گنجبخش، اگر مطلبی دارید بفرمایید. این پرسش من این هست که واقعا از درون این اپوزیسیون خارج از کشور، فارغ از برانداز یا غیر برانداز، اپوزیسیونی که به دنبال تغییرات سیاسی چشمگیر و شگرف هست در داخل ایران، از داخل ماجرا واقعا چیزی نصیب اپوزیسیون خارج از کشور میشه یا اپوزیسیون خارج از کشور خل اصلاح شد بعد از این ماجرا؟ ببینید، اولا چند نکته رو باز ما زیاد صحبت کردیم، من دوباره بگم. یکی اینکه ما تغییرات رو با مدیریت داخلی میدونیم نه با مدیریت خارجی، و چون این رو میدونیم مهمترین عنصرش هم کماکان ما جنبش سبز میشناسیم. جنبش سبز به عنوان سمبولیک دارم صحبت میکنم، اساسا برآمد مردم ایران برای حاکمیت صندوق رأی بود اون زمانی که گفتن رأی من کن، و این ارتباطش با اون انتخابات آزادی که ما تعریف میکنیم، این نیرو در داخله. شما تو بیانیه‌تون هم روشن کردید، گفتید که اون چه که ما الان شاهد هستیم برآمده از بخشی از انتخابات 24 خرداد. اون رو تو بیانیه گفتید که این مرتبط با هم خواست مردم در اونجا این بود که رفع تنش صورت بگیره، برنامه هسته‌ای در واقع روند مذاکرات تغییر بکنه. پرسش من اینه که اون چه که الان 5+1 با جمهوری اسلامی ایران داره تعامل میکنه، آیا بین این دوتا و خواست مردم ارتباط وجود داره؟ اونها صراحتا گفتن که ما به دنبال حل مسئله اتمی هستیم. حرف من اینه که چرا 5+1 به شمای اپوزیسیون و دیگران در اپوزیسیون گوش نمیکنه؟ حرف من اینه، خودتون شما در کجا این ماده؟ امیدوارم که تو گوش نکنه. اصلا ما نمیخوایم کشورهای خارجی وارد سیاست ملی ایران بشن به این صورت، فقط در مورد مسائل حقوق بشر بندم خدمت تو گفتم مدت. پس شما تایید میکنید که 5+1 به دنبال این نیست، منافع خودشونو دارن و اونا بر اساس منافع خودشون نگاه میکنن و بر اساس تناسب بابا تصمیم میگیرن که چه کار کنن. این چیزی که به ما برمیگرده، ما کماکان اون زمانی که کشور ایران مورد خطر قرار میگیره، مسلما راهکارهایی که کشور ایران رو از خطر نجات بده مسلما باهاش موافقت میکنیم، حتی اگر دیر صورت گرفته باشه و همه مردم ایران هم بدونن که این انتخاب هایی که یا این اجباراتی که حکومت کرده این ممکنه به صورت موقتی بهش کمک بکنه، از جمله مسئله به صورت پایان جنگ. ما استقبال کردیم از پایان جنگ با وجودی که میدونستیم ادامه جنگ چه لطماتی از هر نظر به ما زده. الان هم استقبال ما مشروط به این خاطره که این ادامه پیدا کنه. ببینید، ما نمیتونیم همیشه کشورهای خارجی رو بهانه بکنیم و بگیم آنها هستند که یا به نفع ما کار کنن یا به ضرر ما کار کنن. ما چه گام هایی رو میتونیم برداریم؟ و این گام ها به نظر من به عنوان کشور ایران روشنه، در جهت ثبات منطقه بره، بتونه عادی سازی با دنیا بکنه و اساسا اون شکل که شمایل اتمی ایران رو که همه رو ترسونده این رو از بین میره. یعنی به خودی خود این خطری که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی از همون روز اول برای منطقه ایجاد کرد که آقا ما میخوایم بریم بقیه دنیا رو عوض بکنیم، مسلمین دنیا رو چیز کنیم،
نمیدونم تظاهرات براءت از مشرکین درست بکنیم، روز قدس درست کنیم، مرگ بر امریکا بگیم، این باید عوض بشه. اینجاست، یعنی 180 درجه چرخش. نکته من همینه. ببینید ما الان در مثال خیلی حالا دقیقی نیست ولی میخوام یه مشابهت ایجاد بکنم در مورد سوریه، در مورد آینده سوریه. اپوزیسیون یه بخشی از راه حل برای آینده و این رو جامعه جهانی هم پذیرفته و اونها رو در این مذاکرات بعدی ژنو 2 در واقع در نظر داره. چرا در مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران اپوزیسیون خارج از کشور هیچ محلی از اعراب نداره؟ چرا هیچ جایی نداره؟ نه به حرفش ظاهرا گوش میشه، نه اینکه بخشی از این ماجرا هستن. علتش چه هست؟ من فکر می‌کنم اولا به صحبتش خب چرا گوش داده نمیشه وقتی که بحث بر سر این بوده که شما ایران رو باید به صورتی بهش برخورد بکنید که خطر جنگ از بین بره و این از طریق صلح‌آمیز و مذاکره. خب این کار الان دولت آقای روحانی داره انجام میده. بله خب داره انجام میده. همینجوری که خدمتتون گفتم وقتی هم که آقای خمینی، حالا ما بگیم جام زهر یا نگیم جام زهر، صلح کردن و قطعنامه رو قبول کردن، مورد استقبال همه مخالفانی قرار گرفته بود که به هر حال خب جلوی این حکومت ایستاده بودم. مسئله ای که آقای بنی‌صدر به درستی اشاره کرد که نکته پنجمشون بود، اتفاقا یکی از مسائل اصلی که مطرح در رابطه با نیروهایی که مخالف این حکومت هستن و میخوان یک دموکراسی خب بر مبنای حقوق بشر برگزار کنن، این سلاح چوبه داری که دست آقای خامنه‌ایه و این جوانان بیگناه رو همینجور که میدونید از کردستان و این بلوچستان و اینها همین جوری داره درو میکنه. وقتی میگم بیگناه به معنی حقوقی کلمه میگم، اینها بیگناهن تا زمانی که در یه دادگاه عادلانه محاکمه نشه. این که حالا عضو فلان سازمان اینا بودن، اینها نمیتونه مبنای این کار قرار بگیره. به همین دلیل این رابطه ای که اپوزیسیون الان باید ایجاد بکنه درونزاست، یعنی اتفاقا اپوزیسیون ایران یا مخالفان ایران این ارتباط سه موضوع رو، حقوق شهروندی و سیاست خارجی و شکل حکومت رو، باید به هم وصل بکنن. این وظیفه ماست. زیادم انتظار از خارجی‌ها نداشته باشیم که همیشه اونا باید واسه ما راه حل ایجاد بکنن. همچی چیزی نیست. ما اتفاقا خب بعد مخالفین نگاه... بعد خودشون هم در واقع به یک اتفاق نظر به یه مجموعه در واقع رسیده باشن که بتونن که نیروهای جمهوری خواه ملی که اتفاقا به روی مردم ایران فکر میکنن، راه حل داخلی میدونن، اینها به راحتی در شکل ائتلاف هستن و این سه تا سازمان هم که دیدید که به هر حال در این جهت دارن حرکت میکنن هم هستن و من امیدوارم که دوستان آقای بنی‌صدر هم به این روند بپیوندن که هرچی بیشتر قدرت جمهوریت رو در مقابل ولایت تقویت کنن. آقای دکتر بنی‌صدر، آخر برنامه هستی که 2 دقیقه فرصت داریم، من میخوام این نکته رو با شما در میون بگذارم. آقای ظریف در این سفری که به منطقه داره به کشورهای حاشیه خلیج فارس، ازشون نقل شده که گفتن ما در پی حل بحران هستیم با کشورهای منطقه و حتی حاضریم از جمله مسئله ابو موسا رو هم، جزیره ابو موسا رو هم بر سرش صحبت بکنیم. بعد یه سری از برشک منتقدین از جمله آقای اکبر جباری که ظاهرا گفته میشه ایشون با جناب آقای غلامحسین الهام هست، اومد تو متن فیسبوکش نوشت حراج وطن آغاز شده، مذاکره درباره تمامیت ارضی ایران. همونطور که ابتدای برنامه هم گفتم، در واقع عین اون چیزی که شما نقل کردید به عنوان حالا ترکمنچای یا جام زهر و اینا رو اصولگرایان هفته‌نامه 9 دی داره در واقع منعکس میکنه. آیا نگران این نیستید که گفتمان شما یه جوری در واقع شبیه گفتمان اصولگرایان تندرو در ایران بشه؟ اولا که من عرض کردم که اون دارسی توضیح دادم برای شما، اونا هم نمیگفتن چون حرف حق رو نمیشود گفت که اصولگرا حق نداره در عمرش یه دفعه هم حرف راست بزنه. این دلیل نمیشود که من نگران باشم که اونا این موضع رو گرفتن یا نگرفتن. اونا سخنگوهای آقای خامنه ای هستن. این آقای خامنه ایست که شما باید به سوال شما جواب بده که چرا این خفت پذیرفته. او تحقیر شده و از طریق او ملت ایران. این به کنار، من میخوام به شما عرض کنم که اینکه شما میگید اینا نیروی ایرانی ها در دنیا کاری چرا بهشون توجهی نشده در این گفتگو، عرض کنم ما هیچ وقت در این فکر نبودیم که با دولت های خارجی ارتباط بگیریم، هرگز هم نگرفتیم. اونایی که وطن دوستن و استقلال و آزادی رو مبنا می قرار میدن، افکار عمومی دنیا رو مخاطب قرار میدن و انصاف بدید که ما موفق شدیم افکار عمومی دنیا رو
تغییر بدیم نسبت به مردم ایران. بسیار خوب. از آن چه بود الان مردم ایران محترمند در دنیا. این کوشش این بدیل مردم سالار در ایران است. روش طریقه عمل ما هم مردم ایران است. سپاسگزارم از حضور شما. کاخ سفید. تشکر میکنم آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر از پاریس، آقای دکتر امیرحسین گنجبخش همچنین در استودیو سیدی آمریکا با ما بودن. از هر دوی شما سپاسگزارم برای حضورتون در این برنامه. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه سه‌شنبه افق، توافق هسته‌ای ژنو و منافع 5 به علاوه 1 است. مهمان ها عباس میلانی و علی واعظ هستند. افق 8 تا 9 شب ایران.